این پیام را بخوانید و دقت گوش نمایید. ما بارها گفتیم که آنهایی که از غرب آب میخورن بارها علیه اسلام گستاخی میکنن، و امروز آریانا سعید روز قبل پیامری منتشر ساخت که اطفال خود را برا مسجد نفرستین چون اونجا تجاوز برایش صورت میگیرن. پس این عقل و منطقت کجا هست؟ آیاش اثبات رسان نمیتانی که در مسجد امام همان مسجد بالای طفل تجاوز کردن؟ روزهای قبل دکتری بالای طفل تجاوز کرد و همه ادعا کردن که اگر یک دکتر تجاوز کرد همه دکترها بد نیستن. پس تو چطور این گپ را به اثبات میرسانی که همه مساجد علمای بزرگواری که در اونجا حضور دارن و امامت دارن آنها را خطاب میکنی که بالای اطفال مردم تجاوز میکنند؟ پس واقعا اگر شجاع هستی و راحت را مبارزه میدانی، بیا و بگو که همه دکترهایی که امروز در شفاخانه ها مصروف هستن همه ایشان تجاوزگر هستن که بالای مریضان خود تجاوز میکنن. آیا این جرأت را داری؟ هرگز نخیر. آیا امان میدیاهایی که این موارد را منتشر میکنن که در فلانه مسجد فلانه شخص بالای شخص تجاوز کرد، آیا به اثبات رسید که همون شخصی که این کار و عمل زشت را انجام دادن امام مسجد یا مولای همان مسجد بوده؟ نخیر. خبرنگار می رود در حادثه ای که انتحاری می شود زیرو را پوشیدن اونجا خبر خود را تحیه می کند، اما نمی رود امان امام مسجدی که این کار را کرده به تصویر بکشاند که آیا اون شخصی که این کار را کرده هست آیا امام مسجد هست و یا خیر. پس ما می دانیم که شما از کجاها آب می خورین. دخترانتان را بر مساجد نفرستین اما در دفتر آمریکایی ها بفرستین، چون اونجا هیچ آمریکایی بالایش تجاوز نمی کند. دخترانتان را به مسجد نفرستین اما در دفاتر دولتی بفرستین که سلطانزوی ها بالایش تجاوز نمی کند. دخترانتان را به مساجد نفرستید اما نزد آمریکایی ها در کمپ ها بفرستید چون اونها قلب های پاک دارند. اطفالتان رو در سفارت خانه ها بفرستین اما در مساجد نفرستین چون علما بالایشان تجاوز میکنه. این عقل و منطق غرب زدگان هست. مگر شما آمار جنسی را در صفحه اردوی میری نخوندید؟ آمار جنسی را در شفاخانه ها نخوندید؟ آمار جنسی را در دفاترهای دولتی نخوندید؟ آیا در بغل ارگ مشاور ارگ ریاست جمهوری فضلی بالای زنان پارلمان و دیگر را تجاوز نکردن؟ در صفحات مجازی ندیدین؟ در میدیاها ندیدین؟ اگر واقعا جرأت داری، واقعا علیه اسلام ستیز نیستی، بیا و بگو که مشاورینی که در ارگ وجود داشتن از سلطان دوی فضلی و دیگر همفکران شماها که از غرب آب میخورن بالای دختران تجاوز میکنن و تجاوز کردن و دختران زیبا را در دفاترات خود به خاطر اینکه جلب توجه بکنن جذب کردن و بعد بالایش تجاوز کردن، آیا زبان باز میکنیم؟ آیا سلطان دوی با کامرهایی که وجود داشت، سکیورتی کامره، آیا گیر نکردن که با دختر تجاوز کرد و میدیاها اون را نموند که منتشر بکنن بلکه او را حمایت کردن؟ واقعا اگر مبارز هستیم بیا و علیه این همه حالتها و موضوعاتی که در دفاترهای دولتی روان هست صدایت را بلند بگو. پس ما میدانیم که قبل از این شاهان شما، آنهایی را که شاهان خطاب میکنین، به غرب آمدن پس برگشتن و چادر و حجاب را نمادی از عقبگرایی دانستن و بعدا حکومتشان نابود شد. پس بدان مانند تو و همفکران تو سالها در این راستا مبارزه کردن، مانند اون سلی غفار و اون بلقیس و خودت و دیگر همفکرانت علیه این همه موضوعات در افغانستان شروع به تبلیغات کردن اما نیست و نابود شدن. تو هم در مسیر رفتن از زیر راه هستی و روزی خواهی رفت. با این آرایش پلاستیکیت، با این آرایش هایی که مردم را فریب میتی، با اون لباس های حیوان صفتت که مانند حیوان لباس بر تن میکنی تا اعضای بدنت را به نمایش بگذاری تا جلب توجه بکنی و از بدنت پول جمع بکنی، بدان که این ارمان را مثل تو و همفکران تو به گور خود بردن. آنهایی که شاهانه زندگی داشتن
که میخواستن این افکار را در ذهن مردم تزریق کنن، حکومتشان نابود شد. هیچ حکومتی نتوانست که علیه عقیده مردم افغانستان، مردم عقیده و دین مردم افغانستان، این تبلیغاتشان را علیه مردم پخش و نشر نمان. بدان که روزی تو هم با آن فوج مردم روبرو خواهی شد و روزی خواهد آمد که تو را ممنوع خروج و ممنوع دخول اعلان بکنن که دیگر نتوانی پای کثیفت را بر مسجد پای خود را بر آن خاک مقدسی که میلیون ها شهید داد به خاطر عزت و آبرویش، به خاطر دینش قدم بگذاری. اون روز آمدنی خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.